سلام، من امیرحسین اسفندیار هستم، بازیکن تیم ملی والیبال دریافت قدرتی، متولد 4/11/1377. اولین برخوردم با والیبال سن 8-9 سالگی بود. پدرم خودش والیبالیست بوده، یعنی حالا در سطح شهر و استان. سخت ترین اتفاقی که توی والیبال برام افتاد خط خوردنم از المپیک. برای من خیلی تلخ بود به خاطر اینکه مهمترین رویداد دنیا رو از دست دادم. خیلی بهم سخت گذشت، حداقل تا 10-15 روز که من اصلا با کسی حرف نمی زدم، غذا نمی خوردم. من یادمه بعد از المپیک تا زمانی که استارت بخوره تمرینات 4 کیلو وزن کم کردم. تو اتاق اصلا اتاقمون تمیزه، فکر نکنه اتاقمون که کثیفه. یا بلفست این روز جمعش کن پرنی ها قد کن. باش عزیزم، حالا ما شب با هم صحبت کردیم، من میخوام مصاحبه دارم. میخواد بپیچه، دروغ میگه. چه تو پرت نکنی بابا، خودش حالا شب با هم صحبت کردیم. داره میپیچه. اگه شما با میلاد یک لبه درده باشی یکی باشو میندازی پایین، اون یکی باید نجات بدی. منو میلاد آقا صبر کن من همین ازش میپرسم. منو میلاد لبه دره باشیم؟ نه اون که میگه من ندید میگم میلاد، دیگه گفته میلاد رو نگه میدارم فاضل رو میندازم. نه حالا صبر کن یکیشون میفته یکیشون هم نجات میدم، میزنم اون یکی رو میندازم، دوتاشون رو با هم میندازم راحت دیگه. حالا اگه منو میلاد لبه پرتگاه باشیم جفتمون هم مثلا روی 4 تا انگشت دیدیم مثلا صخره گیر میکنه اینا، تو کدوم اونو نجات میدی کدوم اونو ول میکنی؟ آقا میلاد عزیز کاپیتان ما هستی، دوستت داریم، ولی بود خدافزی میکنم همینجا ولی خب دیگه بچه محل دیگه. بهترین رفیقم که هم خیلی هم توی والیبال به هم نزدیکیم، هم جدا از والیبال با هم رفت آمد داریم و به هم نزدیکیم، جواد کریمیه، اسقر مجرد. خب اینا هران دوتا لبه درن، اون دو تا رو هم میندازم پایین. هتل آرچی زندان بوده؟ نه بیمارستان. بیمارستان بوده؟ شبیه زندان. آخه بیمارستانشون هم شبیه زندانه. اینجا خارج از شهر فکر کنم، یعنی اطراف شهره، ولی هتل قبلی اون مرکز شهر بود. بابا این اصلا بابا ولش کنی، از این سوالا نمیخواد بدی این بپرسه. مامان خوبه؟ پام زیاد چیز نیست؟ بیا پتو بذار رو پات. نه اینجوری، نه همونجوری جمع کن پتو رو بذار رو پات. آفرین. این میرا مدیری. اینجوری خوبه احساسم. آره عالی اینجوری. 5 مرداد عروسیته؟ ایشالله. بچه ها آدرس لوکیشن بده، بچه ها بیان. ما اگر بریم مرحله بعد، بله، شما به عروسیتون نمیرسی. چرا میرسی؟ و ما دیگه ایران نمیریم. نه این مشخصه. چرا مشخصه؟ ما بریم مرحله بعد، شما ما دیگه ایران نمیریم، میمونیم همینجا، از همینجا میریم جام واگنر، از همونجا میریم جام جهانی ورلد چمپیونشیپ. حالا اون موقع دلم میخواد ریاکشن خانوم تو ببینم که شما تو عروسی نیستی. حالا من خودم هم دلم نمیخواد ریاکشنشو ببینم. ما هممون دعا میکنیم که بریم، ولی ما رفتیم یه 14 تا دیگه جایگزین شه. یه پیام دارم برای خانومم این که عزیزم همه چی اوکیه. دو فیناله عروسی من 5 مرداده، تا اینجا مشخصه. بعد تیمم که اگه ایران نیاد که من میگم ما ایشالله که بعد فینال حالا دیگه تیم برگرده یه دور ایران که بچه ها دوباره خانواده ها رو ببینن. حالا اگرم بر نگشتن خلاصه یه 3-4 روز 5 روز یه هفته استراحت هست که دوباره تایم جدید تمرینات شروع بشه دیگه. داستانی بود ما که حالا بچه شمالی با این هوا. اسم روستاتون رو میشه بگی؟ طول کلا. من بچه آمول روستای طول کلا هم. از همینجا دارم اعلام میکنم با تای دستدار نوشته میشه، چون روستای ما طولش خیلی زیاده. خب و این که کلا هم بشه اینکه تهش گذاشته. نه دیگه حالا روستا کلا رو دارن دیگه. تو هم مازندرانی هستی؟ من بله.
هم شهری دیگه. ما بچه شهریم، اینا بچه روستان. ایشون بچه جوندن. شما کدوم منطقه آمول میشینین میشه بگین آقای اسماعیل؟ بلوار جانبازان. عکس 15-16 سالگی تو نشون بدم یا ندم؟ نشون بده مشکل نداره، خب هر کسی یه دوره تاریکی تو زندگیش داره. من عکس خودم اول نشون میدم. این چرا کیوت به خدا اگه این عکس منظورم باشه. اوه از این عکس بودم، از این عکس من خودم 100 تا دارم. خدای خوب بود، تیپم مشکل داشت. آره تیشرت ورزشی با شلوار جین. خانم آقای پژمان اینو نبین جون ببینی قطعا پنج مرداد کنسله. نور گرفتی یه سر بیا بیا. ازم دلخور نشن، ناامید نشن، قطعا آینده روشنی در میگن به قول معروف مسیر راه این تیمه، ولی تلاش همه اینه که بتونن بهترین عملکرد رو داشته باشن، بهترین بازی رو بکنن و همیشه بازی خوب نتیجه پشپندش هست. ایشالله با همدلی بازی کنه، انرژی مثبت مردم و همه اهالی والیبال بتونیم تو این هفته اتفاقایی رو رقم بزنیم که به نفع والیبال باشه و یه خاطره خوب از این نسل، از این تیم برای سال اولش توی یه تورنمنت بزرگی مثل لیگ جهانی به یادگار بمونه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. من نشد با تو بمونم. نگیرین رو.